مسئولان یک بنیاد خیریه به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عروسی دست جمعی 60 زوج جوان را در کابل برگزار کردند. و گفته مسئولان این بنیاد هدف از راه اندازی عروسی دست جمعی نهادین ساختن فرهنگ اسلامی و جلوگیری از مصارف بیجا و مجلل می باشد. عروسی دست جمعی 60 زوج جوان در کابل. مسئولان یک بنیاد خیریه و مناسبت ازدواج حضرت علی علیه السلام، امام اولی شیعیان و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اسلام، مراسم عروسی دست جمعی 60 زوج جوان را در کابل برگزار کردند. به گفته مسئولان این بنیاد خیریه، این سومین دور مراسم ازدواج دست جمعی است که به خاطر ترویج فرهنگ برگزاری مراسم عروسی اسلامی را اندازی شده است. مسئولان بنیاد خیریه امام علی گفت در این مراسم بیش از 1,680,000 افغانی جهیزیه و مصارف در نظر گرفته شده است. حدوداً 60 زوج ما در این برنامه شرکت کرده، برای هر زوج ما جهیزیه که ضرورت یک خانواده نو تشکیل است هم در نظر گرفته شده. حدوداً 28,000 افغانی برای اینا قالین گرفته شده، گاز گرفته شده، ظرف گرفته شده و هر چیزی که برای یک خانواده ابتدایی لازم است ما برای اینا گرفتیم. در همین رابطه فرهنگیان دینی از برگزاری چنین برنامه فرهنگی استقبال کرده میگویند ترویج آیین اسلامی از طریق برگزاری برنامه های فرهنگی مطابق شأن اسلامی یکی از الزامات دستوری اسلام است. بدون تردید ازدواج یکی از مهمترین مراحل زندگی می باشد. آغاز زندگی مشترک و در کنار هم قرار گرفتن دو شخص، عروس و داماد، مهمترین پدیده به حساب می آید. مخصوصا ازدواجی که طبق شریعت اسلامی صورت بگیرد بهترین آغاز خواهد بود. همچنان محتسبین امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی در این برنامه گفتند که برای ترویج این فرهنگ و جلوگیری از مصارف مجلل در عروسی ها مسفیدان، علما و فرهنگیان وظیفه دارند که چنین برنامه های اسلامی را در جامعه تطبیق کنند و این فرهنگ باید با همکاری مردم نهاده نشود. پیامی که در این رابطه دارم به نمایندگی از همکاران و کارمندان امر به معروف و نهی از منکر این است که در این راستا تلاش شوند. از سوی هم جوانانی که در این مراسم عروسیشان را برگزار کرده است میگویند که چالش های اقتصادی و نبود یک روند خوب برای عروسی آنها را سالها در رابطه نامزدی قرار داده بود. آنان از مراسم عروسی دست جمعی استقبال کرده از جوانان دیگر نیز میخواهند که در ترویج این فرهنگ اشتراک و تبیین نمایند. این عروسی های دست جمعی برای اقتصاد ما بسیار خوب است، چون مصارف عروسی تکمیل توسط بنیاد پرداخت می شود و از طرف عروسی داماد مصرف نمی آید. ولی فلسفه دایر کردنی عروسی های دست جمعی در قدم اول اون جنبه اسلامی بودنش و دیگر جنبه از طبق سوالی که شما فرمودین از نظر مالی و از نظر اقتصادی هم گفتنی است که برگزار کنندگان این برنامه تاکید کردند که بیشترین دامادها که در چنین برنامه ها شرکت می کنند قشر تحصیل کرده کشور هستند. به گفته مسئولان دامادان و عروس های جوان و فهمیده که آینده نگری دارند به مراسم هنگفت نگفته و برای آینده ایشان سرمایه گذاری می کنند. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.